خب بینده گرامی، مطلب جالب دیگی که دارم ایست که در چند روز گذشته بعد از این که ترستان وحشی عملات را بالای بغلان آغاز کردند و بالای غزنی و چند ولایت هلمند و اینجا آغاز کردند، با عملکرد بسیار قاطع نیروهای دفاعی و امنیتی ما قرار گرفتند و از زید یک تعداد اینمی برخورد و اینمی کشت و کشتاری که توسط نیروهای امنیتی ما صورت گرفت بالای ترستان وحشی، ملا عبت الله را وادار ساخت که حرف از آتش بس بزنه تا تجدید قوا کنه. گزارش را خدمت شما میخوانم. وزارت دفاع ملی کشور گفته که ده ها طالب مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی طی 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری جمهور، وزارت دفاع ملی روز سه شنبه با نشر خبرنامه گفته است که در درگیری‌ها و عملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی 157 طالب مسلح کشتن، 99 زخمی و 26 تن دیگر آنها بازداشت شدند. بازداشت شده‌ها را باید از بین می‌بردند. در این درگیری‌ها مقدار زیاد سلاح و مهمات دشمن نیز تخریب شده است. در خبرنامه آمده است همچنان 95 ماین مختلف نو که توسط طالبان در نقاط مختلف کشور جهت هدف قرار دادن افراد ملکی و نیروهای امنیتی جابجا شده بود کشف خونسا شد. خبرنامه افزوده است که این طالبان در ولایت لغمان، کنر، پکتیا، ورده، غزنی، زابل، هرات، فرا، بلخ، سمنگان، جوزجان، هلمند، نیمروز، تخار، کندز و بغلان کشته، زخمی و دستگیر شدند. وزارت دفاع درباره احتمال کشته شدن و زخمی شدن نیروی امنیتی و دفاعی در جریان این درگیری‌ها چیزی نگفته است. اما سرویس خبری پاکستان گفته که برادرزاده رهبر جمعیت علمای پاکستان که در ولایت غزنی برای جنگ آمده بود توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد. افغانستان را قبرستان برتان ساختن نیروهای قهرمان ملی ما. آقای امید زرابی از تورنتو، سابق رئیس جامعه اسلامی افغانهای کانادا، امروز نوشته کردند تا نباشد چوب تر، بقیه ندادن، نقطه نقطه مانده بودن و موسکی معنیش که برای طالب ها هست که آدم نشود گاو خر، که منظور از طالب است. اگر خبر تلفات سنگین و بی سابقه طالبان در چندین ولایت کشور از جمله در هلمند راست باشد که به احتمال قوی راست است، بدون شک پیشنهاد آتش بس 3 روزه آنها به خاطر عید سعید فطر برای نفسگیری و تجدید قوا هست، نه اثر حرمت گذاری به مناسک و شعائر دینی، وگرنه طالبی که تاکنون به درخواست های پیهم آتش بس ولو موقت تن در نداده است، چگونه یک بار خود را برای آتش بس پیشگام می شود؟ سوال برانگیز است. این واقعیت یک بار دیگر روشن ساخت که اگر در طول 2 دهه گذشته به جای مماشات آمدانه و برادر ناراضی و مخالف سیاسی خواندن طالب با آنها با مشت آهنین برخورد می شد، امروز نیاز به تقلای مذبوعانه برای آتش بس، مذاکره و صلح ذلتبار با طالب باقی نمی ماند. به گمان اغلب طالب خیلی زودتر از اینها خود پای میز مذاکره می نشست و طبیعتا صلح نیز از چنین موضعی برای نظام یک صلح آبرومند و سرفرازانه می بود. از قدیم گفتن تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو خر. پوزش نویس با پوزش از ایوانهای معصوم و بی آزاری که در اینجا نامشان کنایتا برای جانوران خونخوار و درنده به کار گرفته شد. حالا ببینیم که مطلبی را خدمت شما تقدیم میکنیم. پیام رهبران طالب: سرسخت با برادران، مهربان با کافران، که مطلب از در استوری 24 را شما تهیه کردیم و بعد دنبالش برمیگردیم به این که سفر باجوا به کابل چی چیزی آدم دنبال میکرد. پس با در ادامه با ما باشین. پیام رهبران طالبان: سرسخت با برادران، مهربان با کافران. هبت الله آخونزاده، سردسته طالبان، با انتشار پیامی به مناسبت عید سعید فطر گفته است که عزل نشدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاهی سازمان ملل متحد، طولانی شدن روند رهایی زندانیان طالبان و حملات نظامی در برابر صلح مشکل ایجاد می کند. او گفته
هدف از سلاح برداشتن طالبان بر پایه نظام خالص اسلامی است و اگر این هدف از راه گفتگو به دست آید طالبان آماده هستند مشکل را از راه تفاهم حل کنند. او همچنان گفته است طالبان با پیمان امضا شده با امریکا متحدند و از امریکا نیز خواسته به این پیمان متحد باشند. سردسته طالبان اما با لحن تهدیدآمیز به نیروهای امنیتی افغانستان گفته است از جنگ و مخالفت دست بکشند زیرا نمیخواهد خانواده آنها بی سرپرست شوند. سردسته طالبان گفتند مشکل بزرگ این است که منابع ذخایر و کرسی های اقتصادی افغانستان در دست یک گروه کوچک و بی خبر از درد جامعه است که پروای منافع اولیا و مصالح ملی افغانستان را ندارد. پیام تازه سردسته گروه طالبان پر از تناقض و دوگانگی است. او در این پیام بار دیگر بر دست آوردن امتیازهای یک جانبه مانند آزادی زندانیان آن گروه و لغو تحریم های بین المللی علیه سردسته های طالبان تاکید کرده است. این در حال است که زندانیان طالبان در اختیار دولت افغانستان هستند و طالبان باید برای رسیدن به این هدف با دولت به طور سازنده و از موضع برابر مذاکره کنند، اما آنها دولت را به رسمیت نمیشناسند ولی حاضرند با امریکا تعامل کنند. در ادامه پیام ملا ابتلا بار دیگر دچار تناقض شده زیرا هدف از جنگ نیروهای تحت امر خود را بر پایه نظام خالص اسلامی عنوان میکنه. این در حال است که جنگجویان او برای رسیدن به این هدف حتی در ماه مبارک رمضان مسلمانان را میکشند، وطن را ویران میکنند و دست به خونریزی و خشونت علیه افغانهای بیدفاعی میزنند که هیچ نسبتی با کفر ندارند. جالب است که خود او در امین پیام ادعای بزرگش مبنی بر برپایی نظام خالص اسلامی را زیر سوال میبرد و نقد میکند زیرا تسلیم میکند که طالبان با پیمان امضا شده با امریکا متحد هستند و از امریکا هم میخواهد که به این پیمان متحد باقی بمانند. اگر هدف او برپایی نظام خالص اسلامی است چگونه پیمان با کافران که طالبان 20 سال جنگ خود را زیر نام جهاد علیه آنان توجیه کردند در دایره اسلام طالبانی مشروعیت دارد، اما جنگ با نظامیان مسلمان و کشتار مردم بیدفاع افغانستان در ماه مبارک رمضان مجاز است و خدشه به هدف مقدس برپایی نظام خالص اسلامی وارد نمی کند. کمی بعد ابتلا از لحن سازشکارانش با امریکا فاصله میگیرد و به نیروهای امنیتی افغانستان هشدار میدهد و آنان را تهدید میکند که دست از جنگ و مخالفت بردارند زیرا طالبان نمیخوان خانواده آنان بی سرپرست شوند. البته توریست های تحت امر ملا ابتلا هر روز ده ها خانواده را بی سرپرست میکنند و این با توجه به محتوای این پیام پرتناقض و ریاکارانه شاید علی رغم میل ملا ابتلا صورت میگیرد. معنای دیگر و مهمترین معنای این پیام این است که رهبر طالبان از امریکا میخواهد زندانیانشان را آزاد کند، سردستهایشان را از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج کند و به مفاد پیمان دوهم مانند طالبان پایبند بمانند، اما نیروهای امنیتی کشور را تهدید میکند که اگر نمیخوان خانواده آنها بی سرپرست شوند دست از جنگ بردارند. این هم از شگفتی های نظام خالص اسلامی مورد نظر ملا ابتلاس است که برخلاف نص سری قرآن از یک سو بیانگر سرسختی با کسان است که چندین سال است طالبان را برادر میخوانند و از آنها میخواهند تا دست از جنگ بردارند و راه صلح و آشتی را در پیش بگیرند و از جانب دیگر نشانگر نرمخویی و مهربانی با کسان است که طالبان آنها را کافر و اشغالگر میدانستند و علیهشان جهاد میکردند. اما نکته جالب توجه دیگر این است که از نظر ملا ابتلا مشکل بزرگ این است که منابع ذخایر و کرسی های اقتصادی افغانستان در دست یک گروه کوچک و بیخبر از درد جامعه است که پروای منافع اولیا و مصالح ملی افغانستان را ندارد. این در حال است که زیر ساخت های ملی را طالبان ویران میکنند، جاده ها را آنها شخ میزنند، مکاتب و پل ها و پلچک ها را آنها منفجر میکنند، پایه های برق را آنها تخریب میکنند و در مسیر پروژه های عظیم اقتصادی آن گروه مانع ایجاد میکنند. اما سردسته طالبان هیچ اشاره به این اقدامات ویرانگر و خرابکارانه و ضد ملی که تنها مطلوب پاکستانی ها است نمیکنند. به هر حال این پیام هیچ نشانه ای از صلح و سازش ندارد و این همان چیز است که در میدان نبرد نیز جریان دارد. طالبان در حالی که از گفتگوهای سازنده صلح با افغان ها و مسلمان ها امتناع می ورزند بر آتش جنگ و خشونت دمیدند و هر روز ده ها نفر را به خاک خون می کشند تا به معز خروج قوای خارجی قدرت را در اختیار بگیرند و نظام خالص اسلامی را برپا کنند، نظامی که در آن تنها ملا هیبت‌الله و چند مولوی مزدور پاکستان مسلمان خان بود و سایرین باید یا در خدمت رژیم امارت قرار بگیرند و باید دین و یا بی‌دلیل کشته شوند.